بسم الله الرحمن الرحیم. 21 جلسه درس نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر توسط استاد فاضل، 28/9/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. رحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث درباره عهدنامه به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه بعد از آنی که در رابطه با رعیت این مطلب را با کمال تأکید و با کمال تأیید بیان کردند که هر رعیتی و هر فردی از افراد توده که بیشتر در پی عیب جویی و استکشاف عیوب مردم باشد و هدفش اطلاع بر عیوب اولا و منعکس کردن این عیوب ثانیا باشد، چنین فردی باید دورترین و مبغوزترین افراد ملت از نظر مقام مسئول شناخته بشود. بعد از آنی که این بیان را امیرالمومنین فرمودند، می‌فرمایند که اطلق عن الناس عقدة کل حقد وقت انکه سبب کل وترن. می فرماید در رابطه با مردم عقده و گره هر کینه و هر نوع کینه توزی را بکشا و این گره رو باز بکن و این عقده را به تعبیر ایشون اطلاق کن. حالا این عبارت دو تا احتمال درش جریان داره. یک احتمال این است که مقصود از این حقد و عقده های این حقد، این حقده هایی باشه که در بین افراد مردم و در بین توده رعیت وجود داره و این هم تقریبا یک مسئله طبیعیه که مردم در رابطه با اون مقام حاکم و در رابطه با اون استاندار حاکم یک نوع عدم رضایت، یک نوع حقد و کینه توزی این در دلشان وجود داره. بالاخره این مردم به مقت
تقتضای طبع بشریت و به مقتضای آمال و آرزوهایی که در بشر وجود داره، و طبعا هم اینطور نیست که هر کسی به تمام آمال و آرزوهای خودش برسه، و اینطور نیست که تمام مشتهیات یک انسان در خارج تحقق پیدا بکنه، و باز این معنا طبیعیه که وقتی که انسان به آمال و آرزوهای خودش نرسید، این علت نرسیدن و منشأ عدم تحقق آمال و آرزوها را اون قدرت حاکمه بر توده ملت و بر افراد میشناسه. تو ذهنش این است که این قدرت چون عرض می شود همه مسائل و تمام امکانات در اختیارشه، می تونه به تمام آمال و آرزوهای این فرد جامعه عمل بپوشه، و چون جامعه عمل پوشیده نشده طبعا ایجاد حقد می کند، ایجاد کینه می کند در قلب افراد رعیت، ایجاد حقد می کند به تعبیر امیرالمومنین. اون وقت امیرالمومنین می فرماید روی این احتمالی که در این عبارت شریف عرض شد، امیرالمومنین می خواد اینطور بفرماید که شما گره های این حقدها و کینه ها رو می توانی بکشایی، می تونی از یک راهی این دلها را خالی از کینه کنی، می تونی از راهی این مردم رو خوشحال و مسرور بکنی، و اون این است که اگر با این مردم به حسن معاشرت و با حسن سیره رفتار کردی، این مردم دیگه با این حسن معاشرت تو و با حسن سلوک تو با مردم و این که هر کسی رو مورد اعتنا قرار بدهی، مردم رو خلاصه براشون حساب باز بکنی، اگر یک جایی هم امکانی نیست یا مصلحتی نیست که خواسته او جامعه عمل بپوشه، میتونید مسائل رو با توجیه و تبیین اونها رو قانعشون بکنی، که اون وقت مقصود امیرالمومنین از این جمله شریفه که میفرماید اطلق یعنی بکشا، اطلاق هم در مقابل تقیید در بحث اصول که شما مطرح می کنید، تقیید رو بهش تقیید می گویند برای اینکه در زنجیره قید گرفتار شده، اطلاق رو بهش اطلاق میگن برای اینکه زنجیره قید رو رها کرده و گشوده. اون وقت امیرالمومنین میفرماید اطلق عن الناس، بکشا از این مردم، عقدت کل حقدن، تمام گره ها، تمام زیق ها، تمام ناراحتی هایی که ناشی از حقد و کینه و امثال ذالکه، این رو بکشا، به این که با مردم حسن سلوک داشته باش، مردم رو به حساب بگیر، اونها رو در مسائلی که خواسته اشون عملی نمی شود اونها رو توجیه بکن، اونها رو قانعشون بکن که دیگه مسئله ای در قلبشون
باقی نباشه. لکن یک احتمال دیگری هم در این عبارت هست و اون اینه که می‌فرماید اطلق عن الناس عقدت کل حقدن، این حقد رو در رابطه با خود مالک فرض بکنیم. این هم باز یک مسئله طبیعیه. مالک به اعتبار اینکه مقام حاکم و مقام مورد مراجعه مردمه، شما در این زمان هم ملاحظه می کنید خود حتی اونهایی که مقام مسئولم ندارن، یک کسی به انسان مراجعه می کنه، یه خواسته ای از انسان داره، تقاضایی داره. خب انسان می بینه تقاضای او رو نمیتونه انجام بده، امکانات یا عدم مصلحت عرض میشود طوریست که نمیشه به خواسته این ترتیب اثر داد. طبعا اون متقاضی که به خواسته خودش نرسیده میبینید عکس العمل نشان میده، گاهی شروع میکنه حرفهای نامربوط زدن، گاهی عصبانی میشه، مسائلی رو مطرح میکند. خب این برای انسان ایجاد حقد میکنه. اون وقت در رابطه با مالک که یک مقام حاکم بر تمام کشور مصر به عنوان یک استان از استانهای کشور پهناور اسلامی در اون زمان بوده، طبعا این معنا در مورد مالک فراوان تحقق پیدا می کرده. اون وقت مقصود امیرالمومنین روی این احتمال دوم این باشه که مالک تو باید یک سعه صدری داشته باشی، تو باید یک شرح صدر کاملی درت وجود داشته باشه. اگر گره‌هایی در رابطه با کینه نسبت به مردم در تو وجود داره، تمام این گره‌ها رو بکشا، قلب رو از این حقد خالی بکن، دل رو در رابطه با مردم صفا ببخش. این دو احتمال در این عبارت امیرالمومنین هست، لکن خب احتمال اول به نظر روشن‌تر میاد که حقد رو در رابطه با مردم فرض بکنیم، نه در رابطه با مالک اشتر. در دنبال می‌فرماید وقت انکه سبب کل وترن، موجبات وتر رو از خودت ببر و جدا کن. وتر به معنای دشمنی و عداوت، به معنای دشمنی وتر معنا شده. موجبات دشمنی را از خودت قطع بکن، یعنی موجبات دشمنی مردم، کاری که سبب بشود مردم با تو دشمن بشوند، کاری که سبب بشود مردم به عداوت با تو برخیزند. تمام موجبات تحقق عداوت مردم رو ببر، که این با تناسب با مطالبی که در هفته گذشته عرض شد، یکی از موجبات عداوت مردم ترتیب اثر دادن به سخنان عیب چینها و نمامینه. برای اینکه اینهایی که در مقام عیب مردم برمیان و عیوب مردم رو در اختیار
زمامدار میگذارند. خب طبعا این ایجاد عداوت میکنه، ایجاد دشمنی میکنه. انسان نمیخواد عیوبش رو غیر از خداوند کسی بدانه. اگر کسی سبب بشود که عیب انسان ظاهر بشه، این طبعا در عداوت با او نقش داره. اون وقت با تناسب با او باز یک تأکیدی بر همون حرف گذشته می شود که اینهایی که اسباب دشمنی هستند، این نمامین و اینهایی که در مقام به دست آوردن عیوب مردمان، اینها رو به طور کلی از خودت جدا کن و ارتباط اونها رو با خودت قطع بکن، تا در نتیجه یک وقت صبح نکنی که مردم دشمن تو باشند و یا تو دشمن مردم به واسطه اطلاع بر این عیوب. لذا این عبارت هم که می فرماید وقت انگ، ارتباط رو قطع بکن و از خودت جدا بکن. سبب کل وترن، اونهایی که موجبات عداوت رو به وجود می آورند و اون چیزهایی که سبب تحقق عداوت و بغضا می شوند. بعد در دنبال می فرماید و تقاب ان کل مالا یزهلک، یا در بعضی از نسخ نهج البلاغه دارد ان کل مالا یسهلک، هر دوم تقریبا یک معنا رو دلالت می کند. تقابه یعنی تقافل، یعنی عرض می شود بی‌اعتنایی کن، نادیده بگیر، که ان لم یکن فرض کن. چیا رو؟ کل مالا یذهلک، چیزایی که بر تو روشن نشده. گفته شده که عرض می شود فلان کس فلان جنایت رو انجام داده، فلان معصیت رو انجام داده. اگر این انجام معصیت به وضوح رسید، به ظهور رسید، به طوری که مسئله روشن شد، یا بر طبق اون نسخه دیگر نهج البلاغه اگر به صحت رسید، که به تعبیر ما شما توانستید صحه روی او بگذارید و تأیید بکنید تحقق او را، این باید مورد ترتیب اثر و اعتنا قرار بگیره. اما اون چیزایی که لا یذهلک، به مرحله وضوح نرسیده، یا به اون تعبیر به مرحله صحت نرسیده و نمیتونه انسان تأییدش بکنه، نسبت به اونها باید عنوان تقافل انسان داشته باشه، یعنی که انه هیچی واقع نشده و شما غافلید از وقوع چنین چیزی و هیچ به گوش شما نخورده که چنین مطلبی تحقق پیدا کرده. اینم در حقیقت در دنباله همون مسئله ستار العیوب و ستر عیبی است که یک زمامدار اسلامی در نظام اسلام به عنوان مظهریت برای خداوند تبارک و تعالی باید داشته باشد. و تقاب یعنی تقافل، امر تقافل بکن، ان کل مالا یذهلک، از هر چیزی که برا تو به وضوح نرسیده، یا ان کل مالا یسهلک، که نمیتونی روی او صحه بگذاری.
ولا تعجلن الى تصدیق سائن فان السائی غاشون و ان تشبه به ناسهین. می فرماید اینهایی که در مقام سعایت از دیگران برمیان، این سائی رو توی مالک به عنوان استاندار مبادا عجله کنی در تصدیق حرف سعایت کننده، و به مجردی که شخص سائی در مقام سعایت از دیگران یه مطلبی رو برای شما مطرح میکنه، فوری بیایی تصدیق بکنی و ترتیب اثر بدی و مثل اینکه یک مسئله مسلمی هست، میفرماید نه، فان السائی قاشون و ان تشبه بالناسهین. اولا خصوصیت سائی این است که در چهره سائی خودش رو نشان نمیده، در چهره یک عنوان ناصح مشفق خودش رو نشان میده. اولم که مطلب رو عنوان میکنه به عنوان مصلحت اندیشی و به عنوان اینکه یک قدم مثبتی برای حفظ حکومت اسلامی میخواد برداره مطلب رو مطرح میکنه. قیافه قیافه یک ناصح و چهره چهره یک ناصح، لکن در پشت این چهره به جای عنوان ناصح عنوان سعایت کننده در کاره. اون وقت شأن سائی این است که فإن السائی غاشون. سائی نمیاد تمام حقیقت رو بگوید، سائی کلامش حقیقت محض نیست، سائی دروغ و راست رو به هم مخلوط میکنه، مثل اینهایی که قشه در معامله میکند، شیر و آب رو مخلوط میکنه لکن به عنوان شیر میفروشد. حقیقت و باطل رو شخص سائی مخلوط میکنه و میخواد به عنوان حقیقت همش رو نشون بده. لذا کسی که این معنا درش هست و الا سعایت تحقق پیدا نمیکنه. سائی به ما هو سائن، این قاشه یعنی ممزوج کننده حق و باطل و ارائه دهنده این ممزوج به صورت حق، همه رو به عنوان حقیقت نشان میدهد. چون مطلب این طوره لذا نباید به حرف سائین به زودی و با سرعت انسان ترتیب اثر بده، بلکه حرف اینها زمینه تحقیق رو برای انسان ایجاد بکند، یعنی در دنبال او مسئله تحقیق مطرح بشه ببینه که آیا این سعایتی که در باره فلان مقام مسئول جزء کرده، در باره این که این به وظایف خودش عمل نمی کنه، آیا این سعایت ها درسته یا درست نیست؟ لذاست که در وضع فعلی ما هم همین معنا خیلی باید رعایت بشه. خیلی ها به عنوان تصفیه حساب های گذشته و به عنوان اینکه عرض می شود یک نقطه ضعف مختصری از کسی در سابق دیدن، حالا میان این نقطه ضعف رو بزرگ می کنن، یک مطالب غیر واقعی هم به او زمیمه می کنن و هدفشون محروم کردن اونهاست در حکومت اسلامی. لذا باید در این مورد کمال تحقیق بشه و به مجرد سعایت ترتیب اثر داده نشود. پس عبارت این بود: ولا تعجلن
هم نهی هم نون تأکید ثقیله که مسئله رو با تأکید امیرالمومنین بیان می‌فرماید، یعنی حتما نباید عجله کنی الا تصدیق سائن، به این که حرف سائی رو فوری مورد ترتیب اثر قرار بدی. چرا؟ فإن السائی غاشون، سائی حق و باطل و ممزوج میکنه و به صورت حق ارائه میدهد. البته نمیگه من سائی هستم. و این تشبه به ناسهین و خودش رو در قیافه ناسه نشون میدهد، لکن پشت پرده به جای عنوان ناسه عنوان سائی و سعایت کننده مطرحه. بعد میفرماید امیرالمومنین ولا تدخلن نه فی مشورت که بخیلن یعدل بک عن الفضل و یعد بک الفقر. اینم نکته جالبی است. میفرماید مالک در مقام مشورت با اشخاص، که خب خود این مسئله این معنا رو دلالت داره که اصل مشورت یک مسئله ایست که مخصوصا هرچه انسان مقامش بالاتر برود و مسئولیتش سنگین تر بشه، این نیازش به مشورت بیش از دیگرانه. انسان در کارهای فردی خودش، در کارهای جزئی خودش خیلی نیاز به مشورت احساس نمی کنه، ولی هرچی کار مهمتر باشه، هرچی جنبه اجتماعیش شدیدتر باشه، این نیاز به مشورت بیشتر احساس می شود. و سرش این است که خب انسان در مقام تفکر اینطور نیست که بتونه احاطه به تمام مسائل داشته باشه. همونطوری که انسان خب عقلش کار میکنه، فکرش کار میکنه، افرادی هم هستن در ردیف انسان یا بالاتر از انسان که اونام دارای افکار و انظاری هستن و انسان میتونه از افکار و انظار اونها استفاده بکند. لذاست که در بحث های طلبگی ما که عنوان مباحثه مطرح شده و جدن این مباحثه یک نقش عجیبی در رشد یک طلبه در مقام تحصیل داره، برا خاطر همینه. با اینکه دوتا در درس یک استاد نشسته اند، هر دو همین رو مطالعه کردند، از نظر فکری هم در یک سطح تقریبا مساوی هستند، معذالک انسان در بحث میبینه چیزایی به فکر انسان رسیده که رفیقش درک نکرده، چیزایی رو او درک کرده که انسان به فکرش نرسیده. این مباحثه نقش مهمی در رشد یک طلبه داره. مشورت هم برای مقامات مسئول همین حکم رو داره. حالا امیرالمومنین بعد از آنی که اصل مشورت رو مورد تسلم قرار داده، یک خصوصیاتی رو در مشاورین ذکر می‌فرماید که مشاورین از چه طبقه نباشند و اگر دارای این خصوصیات باشند نمی شود در مشورت اونها نقش داشته باشند. سه طایفه رو امیرالمومنین بیان می کند. می فرماید این سه طایفه رو در مشورت خود داخل نکن، به عنوان مشاور
اینها رو اتخاذ نکن. یکی بخیل است و دیگر جبان و ترسوه و سوم حریص و آزمنده. اون وقت برا هر کدام یه علت خاصی ذکر می فرماید، بعدم یه علت عام برا هر سشون امیرالمومنین بیان می فرماید. می فرماید اما این که من گفتم بخیل رو در مشورت داخل نکن، برای اینکه بخیل روی اون بخلی که داره و نمیتونه ببیند که دیگران در نعمت باشند، چون معنای بخیل اینه که نمیتونه ببینه که دیگران در اختیارشون نعمت وجود داره و با صفت جود و سخاوت هیچ اینها رابطه ای ندارند. اگر بخیل مورد مشورت قرار گرفت طبعا این نقش رو داره. می فرماید یعدلو بکعن الفضل، نمیگذاره تو احسان بکنی. ای که همونطوری که بعدنم امیرالمومنین بیان می‌فرماید، احسان نقش عجیبی در بقاء یک حکومتی و حتی غیر حکومت دارد و امیرالمومنین می‌فرماید هیچ چیزی برای جلب توجه مردم و برای جلب قلوب مردم نقشش بالاتر از احسان نیست. اون وقت این احسانی که اینقدر نقش داره در ارتباط بین مالک و مردم، شخص بخیل میاد جلوی این احسان رو میگیره. و یعد و کل فقر، هی این مقام رو از فقر میترسونه، میگه بابا به چه مناسبت اینقدر شما احسان میکنی؟ جای این احسانا رو چی پر میکنه؟ اگر بیت المال خالی شد دوباره چجوری بیت المال پر میشود؟ اگر خزینه تهی شد چی میاد خزینه رو پر بکنه؟ هی والی و استاندار رو از فقر و تهی دستی میترساند و جلوی احسان، که احسان نقش عجیبی در رابطه بین استاندار و مردم داره، جلوی اون احسان رو میگیرد. این یک دلیل خاصی است که در مورد بخیل میفرماید. اما در مورد جبان و ترسو میفرماید دلیلش این است که یوزعفو که عن الامور، این چون آدم ترسویه همش میخواد خودش محفوظ بمانه، هیچ هلاکت و موتی پیش نیاد، هیچ ضرری به او توجه پیدا نکنه، ضررهای جانی، این جبان و ترسو اگر مورد مشورت واقع شد، این یوزعفو که عن الامور در رابطه با قدمهای مثبتی که میخوای برداری ایجاد ضعف در تو میکنه، ایجاد ناتوانی در تو میکنه.
اگر بخوایی دفاعی بکنی تو را از دفاع باز می داره، اگر بخوایی شهامتی به خرج بدهی که شهامت در مقام مسئول کمال لزوم رو داره، جلوی تمام این شهامت ها رو به استناد ترس میگیره. پس نقش یک آدم ترسو این است که نمیگذاره یک مقام مسئول قدم های بلند و مسائل مهم رو درش اقدام بکنه و به استناد ترس و وحشتی که داره جلوی اون مسائل رو میگیره. و اما طایفه سوم حریصه. حریص رو هم میفرماید در مشورت خودت داخل نکن، نقش نداشته باشند در مشاورین تو. حریص یعنی اون کسی که محبوبش این است که همش پول جمع بکنه، ثروت جمع بکنه، حتی مقام جمع بکنه، همه این مسائل هی میخواد اینا محفوظ بمانه، ثروتها امکانات تمامش محفوظ بمانه. میفرماید این حریص رو هم در مشورت داخل نکن. چرا؟ فَإِنَّ الْحَرِيسِ يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَحَ بِالْجَوْرِ. برای اینکه حریص نقشش اینه که میاد حرص و طمع رو در مقابل تو زیبا نشان میدهد و چهره حرص رو در مقابل تو به عنوان یک چهره زیبایی ارائه میکنه و در نتیجه تو رو وادار میکنه به اینکه جور و ستمگری کنی. برای اینکه اگر روز به روز بخوای امکانات بیشتر بشه و امکانات هم هر چه رو به تزاید میرود محفوظ بمانه، لازمش این است که یک جور و ضد عدالتی در کار بیاد. عدالت اقتضا نمی‌کنه که ثروت‌های بیت المال روز افزون و در عین حال محفوظ باشه. باید یه حقی تزیه بشود. یک کسی که از بیت المال استحقاق داره حقش در اختیار او قرار نگیره تا این امکانات به تمام معنا محفوظ بماند. لذا امیرالمومنین می‌فرماید که حریص و آزمند اونیست که زیبا نشان می‌دهد حرص و طمع را، و این زیبایی حرص و طمع سبب می شود که تو بر ضد عدالت و بر خلاف عدالت و با جور و ستمگری رفتار بکنی. این ادله خاصه ایست که برای هر کدام امیرالمومنین بیان می فرماید. لکن یک دلیلم برای هر سه اینا بیان میکنه. امیرالمومنین میفرماید مسئله بخل یکی از غرایز رذیله است که در انسان هست، مسئله جبن و ترس یک غریزه رذیله است که در انسان وجود داره، مسئله حرص و طمع یک صفت خلقی رذیله است که در انسان وجود داره. اینها غرایز مختلف و اوصاف مختلف اخلاقی هستند، لکن یک قدر مشترک دارند. در عین اینکه هر کدامشون یک نقش خاصی داره و هر کدام یک حساب خاصی داره، لکن یک جامعه و یک قدر مشترکی بین این صفت رذیله وجود داره و او چیه؟ و هو سوء الظن بالله. کسی که بخیله
این بدگمانه به خداونده، کسی که جبان و ترسوه این بدگمانه به خداونده تبارک و تعالاست، کسی که حریص و طماعه این سوء ظن به خداونده تبارک و تعالی داره. یعنی در حقیقت اینها خداوند رو به عنوان کامل نشناختن. چرا؟ برای اینکه آدم بخیل اگر خداوند رو شناخته بود، اگر می دانست که خداوند یا جواد و یا کریم هست، اگر می دانست که و ما من شیئن الا عندنا خزائنه، تمام خزائن اشیا پیش خداوند تبارک و تعالی است، و ما ننزله الا بقدر معلوم، تمام مسئله رزق و امثال ذلک در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی است، اگر کسی این مسئله در رابطه با خداشناسی براش حل شده باشه، دیگه چه معنا داره که با صفت رذیله بخل سر و کار داشته باشه؟ چه معنا داره که این رذیله اخلاقی درش وجود داشته باشه؟ پس این رذیله اخلاقی کاشف از بدگمانی به خداوند و عدم شناسایی خداوند در رابطه با منبع قدرت و امکانات و جود و کرامت باری تعالی است. و همینطور آدم ترسو، اونی که از رفتن به جنگ میترسه، اونی که فکر میکند که در رفتن به جنگ مسئله کشته شدن و موت مطرحه، این چه معنا داره که اینجوری فکر بکنه؟ اگر تقدیر الهی موت در حال جوانی باشه، به جنگ و غیر جنگ ارتباط نداره. لذاست که امیرالمومنین در اون شعری که ظاهراً به شمشیر مبارکشون نوشته شده، در اون شعر می‌فرماید: ای یومین من الموت افر، من کدام یک از دو روز می توانم از مرگ فرار بکنم؟ آیا روزی که تقدیر الهی بر مرگ من تعلق گرفته، من قادرم در مقابل تقدیر الهی از مرگ فرار کنم؟ یا روزی که تقدیر الهی بر عدم مرگ من تعلق گرفته، من چه قدرتی در مقابل تقدیر موت و تقدیر عدم موت در باره خداوند تبارک و تعالی دارم؟ پس ما میتونیم بگیم آدم جبان و ترسو این مطلب در رابطه با خداوند براش هضم نشده، خیال میکنه که موت در جنگ مطرحه، شهادت در جنگ مطرحه. اگر از انسان از موت فرار میکنه، مگر در بستر خواب موت نیست؟ مگر در کوچه و خیابان موت تحقق پیدا نمی کنه؟ پس این در حقیقت با تقدیر الهی و مسئله تقدیر الهی براش روشن نشده که حالت جبن و ضعفی براش پیش میاد. و اما اون کسی که حریص و آزمنده، اونم بدگمانه به خداوند تبارک و تعالی است. حفظ ثروتها، ازدیاد ثروتها و امکانات برای چیه؟ مگر تو یک قدرت مستقلی در مقابل قدرت خدا داری؟ مگر تو میتونی ثروت رو حفظ بکنی؟ مگر تمام اینها در اختیار خداوند تبارک و تعالی نیست؟ چه بسا افرادی که میلیاردها
اندوخته مالی داشتن، در یک حادثه مختصر تمام این اندوخته ها رو از دست دادن. پس کدام قدرتی میتواند حافظ این اندوخته ها باشه؟ لذا کسی که حریص و آزمند و تمائه، این مثل این میمونه که قدرتی مستقل برا خودش سراغ داره و امکاناتی رو که در اختیار خودش داره جدای از امکانات خداوند تبارک و تعالی میداند. پس اینم در این رابطه ما میتونیم بگیم درست خداوند رو نشناخته و این بدگمانه به خداوند تبارک و تعالی است. لذا امیرالمومنین میفرماید جامع این صفت رذیله، این سه صفت رذیله، همون سوء ظن به خدا و عدم شناسایی خداوند، منتها در ابعاد مختلف و در جهات مختلف. حالا عبارتشو عرض بکنیم. میفرماید ولا تدخلن فی مشورتک، وارد نکن در مشورت خودت سه طائفه را. اول بخیل را، که نقش بخیل اینه یعدل بکه عن الفضل، تو رو منصرف میکند از احسان به مردم، باب احسان رو به روی مردم سد میکنه. و یعد کالفقر، و می ترساند تو را از فقر، و میگه اگر خزینه رو احسان کردی دیگه جاشو چی پر میکنه؟ بیت المال دیگه در اختیار تو نیست. دوم ولا جبانن، آدم ترسو رو در مشورت داخل نکن. چرا؟ یزعفک عن الامور، برا خاطر اینکه این جبان نسبت به جنگ و مسائل دیگر حالت ضعف و حالت ناتوانی در تو به وجود می آورد. ولا حریصن، حریصی رو هم در مشورت وارد نکن، که این حریص این نقش رو داره. یزین لک الشره، یعنی شرح رو زیبا نشان میده و تزیین میکند. شرح هم همون حرسه، حرس و آزمندی رو به صورت زیبا به تو نشان میده که خب این حرس به چی باید تحقق پیدا بکنه؟ بلجور، طبعا اگر بخواهد ثروت روز افزون بشه باید حقوق پایمال بشود و جور و عدم عدالت تحقق پیدا بکنه. اینها تقریبا اوصاف اختصاصی اینها بود. حالا یک اوصاف کلی هم دارن. فإن البخل والجبن والهرس غرائز و شتا، اینها هر کدام غریزه مستقل و از خلقیات مستقله هستند و هر کدام هم یک نقش مخصوص به خود دارند، لکن در عین تشتت و پراکندگی این غرائز یجمعها، یک مسئله جامع بین این هاست و قدر مشترک بین این غرائز که او عبارت است از سوء الظن بالله، بدگمانی به خداوند تبارک و تعالی. دو سه تا دعا هم عرض بکنیم. خدایا سایه بلند پایه امام امت را مستدام بفرما. خدایا نظام اسلامی را در این کشور هر روز مستحکمتر بفرما. خدایا این نظام را از شر ابرقدرت ها محفوظ بدار. خدایا رزمندگان را
هر چه زودتر به پیروزی برسان، شهداء اونها رو با شهداء کربلا محشور بفرما، اسراء اونها رو هر چه زودتر نجات عنایت بفرما، هر چه بیشتر در فرج مقدس صاحب العصر و الزمان تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.